محمد لحمی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، به نظر شما علل و عوامل برخوردار نبودن کارگران از دستمزد کافی در یک کشور غنی مثل ایران چیست و با توجه به فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کارگری و دستمزد ناکافی چه راهکار فوری برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران پیشنهاد میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم حضرت عالی و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی آقا محسن سلام عرض میکنم. مدیریت ناکارآمد و نالایقی مدیران اقتصادی ما در وهله اول، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملیمون، فقدان کارگردهای مناسب تشکلهای کارگری که ما باید در همه جوامع داشته باشیم اما متاسفانه در جامعه ما تحت تدابیر شدید سیاسی قرار میگیره و لحاظ امنیتی اجازه تشکیل آن رو نمیدن، زیرزمینی بودن اقتصادمون مثل خیلی از فسادهای پسران مسئولین ما، خیلی از مسئولین ما مثل عزیزانی که سالهای سال به اسم خدمت کردن دارن ذره ذره جون مردم رو میگیرن، فساد اداری و اقتصادی عرض بزرگتون که مثل رئیس سابق قوه قضاییه ایران و نالایقی ایشون، عدم توجه به حقوق بشر و قوانین کاری که باید در کشور ما وجود داشته باشه که متاسفانه اگر از هر جهاتی هر کسی صحبتی به میون بیاره در نهایت منجر به زندان میشه، و از همه مهمتر این که اقتصاد دستوری تحت حاکمیت دیکتاتوری یک شخص وضعیتی رو سامان نمیده و این روز به روز برای ملت ما سخت‌تر خواهد شد. ممنونم از شما. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول.